سلام، با خبرهای این ساعت طولو با شبکه جهانی طولو نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 ماه اسد سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه آگست سال 2010 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان. واکنش کاخ سفید از کاهش صلاحیت اداره مبارزه با جرم های سنگین. و پشتیبانی های صف از گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان نگران است. این کمیسیون با نشر گزارش میگوید که این دبند از سال 2001 میلادی بدین سو رو به افزایش داشته است و میافزاید که بیشتر غیر نظامیان از سوی مخالفان مصالح دولت در بخشهای گوناگون کشور کشته شده اند. در این حال این کمیسیون درباره چالشهایی که انتخابات پارلمانی با آنها روبروست اظهار نگرانی میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که این گزارش به گونه بسیار دقیق از سوی دفترهای ساحه‌ای، ولایتی و دفتر مرکزی این کمیسیون گردآوری شده‌اند. در گزارش این کمیسیون آمده است که در ماه جنوری 96 تن، در ماه فوریه 189 تن، در ماه مارچ 127 تن، در ماه اپریل 122 تن، در ماه می 181 تن، در ماه جون 294 تن، در ماه جولای 316 تن و در کل در هفت ماه اخیر سال 2010 میلادی 1325 تن غیر نظامیان کشته شدند. این گزارش می افزاید که 899 تن از سوی مخالفان مسلح دولت، 330 تن از سوی نیروهای دولتی و 127 تن دیگر از سوی افراد ناشناس کشته شدند. در میان این کشته شدگان 899 تن مردان، 209 تن زنان و 217 تن کودکان بوده است. 67.54% از تمام مردم ملکی را که در ظرف 7 ماه گذشته تلف شدند ارتباط میگیره با عملکرد نیروهای مخالف مسلح دولت. این کمیسیون میگوید که در ولایت فاریاب طالبان مردم را تهدید میکنند تا به سود نامزد مشخص رای دهند و میافزاید که تخلف های دیگر نیز مانند استفاده از امکانات دولتی از سوی برخی از نامزدان و خرید فروش کارت های جعلی که از خارج کشور آورده شدند دیده شده است. تشویق طالبا و رای دادن به فرد مشخص، ما فکر میکنم که از نظر شخصی من یک عمل خوب است وقتی اونا تشویق میکنن مردم به انتخابات، ولی خواهان ازی هستم مردم افغانستان مسئولانه عمل بکنن و از رای خود به عنوان محکمه استفاده کنن. این کمیسیون میافزاید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا کنون یک تن از نامزدان کشته شده است و دو نامزد دیگر به گروگان گرفته شدند و در برخی از بخش‌ها مخالفان مسلح دولت تهدید کردند که از برگزاری انتخابات جلوگیری خواهند کرد. در این حال کاخ سفید از تلاش‌های حکومت افغانستان برای کاهش صلاحیت و استقلال اداره مبارزه با جرم‌های سنگین سخت نگران است. یک مقام افغان به نیویورک تایمز گفته است که یگانه نگرانی رئیس جمهور کرزی حاکمیت خارجان در پیشبرد این اداره بوده است. در این حال اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری از مؤثریت کار این اداره در کار مبارزه با فساد اداری سخن میگوید و میافزاید که بررسی کارهای اداره مبارزه با جرمهای سنگین از سوی حکومت افغانستان به کار این اداره سرعت میبخشد. بررسی کارهای اداری مبارزه با جرمهای سنگین و تحقیق اساس که از سوی ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میشوند از سوی رئیس جمهور کرزی واکنشهایی را برانگیخته است. نیویورک تایمز نگاشته است که مقامهای آمریکایی از اینکه این اداره ها تضعیف میشوند اظهار نگرانی میکنند، اما امیدوار هستند که رئیس جمهور کرزی برای منحل ساختن این نهادها تصمیم نگیرد. یک دیپلمات غربی که نخواست هویتش فاش شود میگوید که این نهادهای تحقیقی با بلندترین معیارها احترام به حقوق بشر، آزادی های مدنی و قانون فعالیت میکردند. در همین حال اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری نیز از مؤثریت کار اداره مبارزه با جرم های سنگین و تحقیق اساس سخن میگوید. این نهاد مد کارهای مبارزه علیه فساد اداری واقع شده، خصوصا با داشتن وسایل تکنیکی بسیار پیشرفتی خوب، نتایج کاری از اینا نزد کمیسیونی که وظیفه گرفته بود بسیار مفید و مؤثر ارزیابی شده.
اینکه بعضی مقامات خارجی در قسمت کدام اندیشه پیدا کردن، من کدام موردی در زمینه نمیدونم. نیویورک تایمز نگاشته است در حالی که رئیس جمهور کرزی برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری از افغانستان وعده کرده است، اما پس از آن که محمد ضیا صالحی یک مقام مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری از سوی اداره مبارزه با جرم‌های سنگین به اتهام رشوه بازداشت شد، رئیس جمهور کرزی خشمگین شد و دستور داد تا کار این اداره بررسی شود. اما برخی مقام‌های افغان به نیویورک تایمز گفتند که رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا فعالیت‌های این اداره را زیر کنترل گیرد. اما اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد می‌گوید که بررسی این نهاد هیچ ربطی با بازداشت آقای صالحی ندارد. لوی سارنوال امر بازداشتی آقای صالحی را صادر کرده و اونا بازداشت شدند و مورد تحقیق قرار گرفتند. لحاظا یک تصادف است که در زمانی که او بازداشت میشه و رئیس جمهور هم یک کمیسیونی را وظیفه میده، این همزمان واقع میشه گپا به این مناسبت تفسیره های ارزی وجود کرده. در حالی که رئیس جمهور کرزی در نشست کابل از تعهد جدی در کار مبارزه با فساد سخن میزند، اما آگاهان به این باورند که در این راستا به گونه جدی کاری نشده است. از سوی هم مقام های غربی از رئیس جمهور کرزی میخواهند بر تعهداتی که درباره از میان برداشتن فساد کرده است عمل نماید. بنده تحصیلی معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری با معیارهای تحصیلات عالی کشور برابر نیستند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که سنت های تحصیلی آقای لودین را دوباره بررسی کردند، اما این سنت ها از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید نشدند. با گواهی نامه ماستری وی از سوی کنسولگری افغانستان در کانادا به گونه غیر معیاری تایید شده است. اسنادی که به تازگی به دسترس تلویزیون طلوع قرار گرفته است نشان می‌دهند که اسناد محمد قاسم لودین، معاون اداری عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد، از سوی کنسولگری افغانستان در کانادا تایید شده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که ارزیابی‌هایی که صورت گرفتند، سند تحصیلی این مقام اداری عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد در مغایرت با معیارهای تحصیلات عالی کشور قرار دارد. سندی از یا دارای پیشینه لیسانس نبود، دوره لیسانس، از این خاطر ما را تایید کردنستیم. علاوتاً ترانسکریپتی که برای ما دادند، تو ترانسکریپت نشته کرده بود که ان آفیشال داکیومنت، یعنی غیر رسمی، و چون کمیسیون ما کمیسیون رسمی است، اسناد غیر رسمی را نمیتونست مورد اعتبار قرار بده. بازم ما برای شما میگیم که در قسمت اسناد تحصیلی نظر وزارت محترم تحصیلات عالی پیش ما قانونی است. هر زمانی که اونا یک نظر مثبت یا منفی میتن، باز ما در قسمت اسناد قضاوت کرده باز اجرات قانونی میکنیم. در حالی که رئیس جمهور کرزی از مبارزه جدی با فساد سخن میگوید، آگاهان به این باورند که معاون یک نهاد مبارزه با فساد اداری خود با فساد گماشته شده است. در رویدادهای جداگانه در جنوب و غرب کشور 5 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. رویداد نخست انفجار یک ماین بود که یک موتر کارمندان زندان کندهار را آماج قرار داد، یک کشته و 10 زخمی به جای گذاشت. در این حال ساعت پس از این رویداد در یک حمله انتحاری در جاده میدان هوایی هرات 4 پلیس به شمول یک بانو کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته است. بانک شاهدان از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این رویداد سخن میگویند، اما معاون فرماندهی پلیس در غرب در این باره جزئیات را به دست نمیدهد. پس از چاشته امروز یک موتر انتحار کننده کاروان نیروهای پلیس را در جاده میدان هوایی هرات هدف قرار داد. در این رویداد یک موتر رنجر پلیس کاملا تخریب گردید و 2 تن کراتیل نیز آتش گرفتند. هرچند مسئولان پلیس میگویند که در این رویداد به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است، اما مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که یک مجروح غیر نظامی را به این شفاخانه انتقال دادند. رنجر ما از بین رفته و 4 نفر شهید شده، یکم شدیداً زخمیه. در همین حال در یک رویداد ترافیکی در شارای هرات ترغندی 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. از سوی دیگر یک موتر کارمندان از زندان کندهار امروز آماج یک انفجار قرار گرفت. سخنگوی والی کندهار میگوید که در این رویداد یک پلیس کشته شد و 10 کارمند دیگر این زندان زخم برداشتند. گفته می شود که مواد منفجره در یک ریکشا جاسازی شده بود و در نزدیکی این موتر انفجار کرد. صفحه اینترنتی ویکلیکس 15,000 سند محرمانه تازه را درباره جنگ افغانستان در آینده نزدیک پخش خواهد کرد. سخنگوی ویکلیکس بر پخش باقی مانده سندهای محرمانه ایالات متحده آمریکا درباره جنگ افغانستان تاکید می‌ورزد و میگوید که ویکلیکس درباره مردم جهان مسئول است،
نه در برابر اشخاص و منافع کشورها. در حالی که پنتاگون پخش این سندهای محرمانه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را یک خطر جدی در برابر آوردن صلح و ثبات در منطقه و نیز برای مردم افغانستان میداند، سخنگوی ویکلیس این گفته ها را رد میکند و میگوید که پخش این سندها آگاهی مردم افغانستان را درباره درگیری ها افزایش میدهد و این یگانه راه برای آوردن صلح و امنیت در منطقه و جهان است. من به شما اطمینان می دهم که به پخش این سندها ادامه می دهیم تا بر آگاهی مردم افغانستان افزوده شود و با افزایش آگاهی مردم بر دولت فشار خواهند آورد تا سیاست بهتری را در کار جنگ در پیش گیرد. پنتاگون از ویکلیکس خواسته است تا از پخش باقی مانده سندهای محرمانه خودداری کند و سندهای باقی مانده را به وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بسپارد. اما سخنگوی ویکلیکس بر ادامه افشای این سندهای محرمانه تاکید می‌ورزد. افشای این سندها شاید در برخی از موارد مخالف خواستهای ایالات متحده آمریکا باشد، اما ما در برابر امنیت باشندگان جهان متعهد هستیم. سخنگوی ویکلیکس میگوید در حالی که پنتاگون مخالف پخش این سندهاست، اما تا کنون به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم با ویکلیکس تماس نگرفته است. در ماه گذشته ویکلیکس 76,000 سند محرم وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را افشا ساخت که در بعضی از این سندها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات های نیروهای آمریکایی و نیز پیوند محکم سازمان استخباراتی پاکستان با طالبان سخن گفته شده است. مقام های افغان میگویند که چگونگی قتل 8 خارجی و 2 افغان را در ولایت بدخشان از دیدگاه های گوناگون به بررسی گرفتند. این افراد که وابسته به یک نهاد بهداشتی بودند، دو روز پیش هنگامی که از ولایت نورستان به بدخشان میرفتند، از سوی مردان مسلح کشته شدند. الاسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که افراد این حزب این 10 نفر را کشتند. در این حال طالبان هم با پذیرفتن مسئولیت این کشتار ادعا میکنند این افراد به ترویج مسیحیت میپرداختند. جسدهای چند تن از کشته شدگان این رویداد به روز یکشنبه به کابل آورده شدند، اما گفته می شود که درباره چگونگی کشته شدن آنان و نیز مسائل دیگر پرسشهایی وجود دارند که باید پاسخ یابند. از همین رو وزارت امور داخله هم بررسی ها را در این باره گسترده و در چند بخش می داند. وزارت داخله چیزی را که روی دست می گیره اول تحقیق قضیه است، دوم ابعاد مختلف قضیه باید بررسی شود که ببینیم اهداف سفر چی بوده و چرا توسط کی این افراد به قتل رسیدند. کشته شدن این 10 نفر که گفته می شود کارمندان بخش چشم پزشکی نهاد خارجی هیئت تعاون جهانی بودند، با موجی از واکنش ها در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است. برخلاف قوانین بین المللی است و برخلاف قوانین حاکم بر منازعات مسلحانه است و عاملین همچو اعمال به صورت مستقیم مرتکب نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه میشن، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. طالب ها وقتی که بم گذاری میکنند در مسجد دلیلش چیست؟ فقط یک بانی تبلیغاتی به خود پیدا کردن و این جنایت را که انجام دادن برای که یک پوشش برای ایجاد کنن، چون با فعالیت هایی که اونا ادعا می کنن که اینا دخیل بودن مردم افغانستان موافق نمی باشن. در این میان مسئولان هیئت تعاون جهانی نهادی که بیش از 40 سال را در افغانستان فعالیت داشته است و شماری از شفاخانه های چشم را نیز در این کشور حمایت می کند، ادعای طالبان را درباره پرداختن این افراد به ترویج مسیحیت رد می نماید. قتل این کارمندان ما کار بی‌معنی است. این رویداد بر فعالیت‌های مددرسانی ما که هر سال 250,000 نفر زیر پوشش آن قرار می‌گیرند، اثرهای منفی بر جا خواهد گذاشت، اما به یقین که باعث متوقف شدن این فعالیت‌ها نخواهد شد. هری هنس، دوست دکتر تام لیتل، یکی از 6 آمریکایی است که در این رویداد کشته شد. این مرد میگوید که دوستش از 30 سال بدین سو در افغانستان به سر می برد و در تمام این مدت به کارهای بهداشتی پرداخته است. این بسیار ویرانگران است. تام از کسانی بود کارمانهای بزرگی برای اجرای نقشه بزرگی دارند. وای به آنجا نرفته بود تا فرهنگ امریکایی ها را تحمیل کند. وای به آنجا نرفته بود تا بر مردم فشار وارد کند که به مسیحیت روی بیاورند. در افغانستان بخشای زیادی هستند که برای رفت آمد خارجیان مسئول دانسته نمیشوند. از همین رو مقام های امنیتی افغان همواره تاکید میورزند که خارجیان باید پیش از رفتن به این بخشا با آنان در تماس شوند. هرچند گاه گاهی چنین رویدادهایی نیز رخ میدهند. در چند سال اخیر شهرهای کابل کندهار بیشترین این رویدادها را شاهد بوده است. تمیم حمید، تلویزیون تولو، شهرهای کابل کندهار.